چه رقبایی داره تو جهان و توی ایران که اینجاش خیلی اصلا عجیبه، مگه اون رقبای جهانی میان توی ایران؟ همه این کارها رو میکنم، به فرض مثال میرسم به دناپلاس توربو اتوماتیکی که 252 600، اونم فقط برای سری اولی هست. توی قدیما اینجوری بود که شورای رقابت وارد یه محدوده ای از ماشین ها میشد، نه همه. آره ماشین الان ولی دیگه داره تو همه ماشین. و قشنگ این اتفاق باعث شده که تو تا به خودروساز میگی چرا قیمت این ماشین این گذاشتی، میگه من نذاشتم، شورای رقابت بوده. و خود مردم انتقاد کردن که آقا یه نهاد دیگه بیاد قیمت گذاری کنه، و نتیجه شده این که یه چیز عجیب غریبه. بعد جالبتر اینه که میگن که ما تازه دلار رو باهاتون ارزون حساب کردیم، میگن دلار 17 تومن بوده و خودروسازا الان دارن دلار 21 هزار تومن استفاده میکنن و خودشون پالس میفرستن که قرار باز ماشین گرون بشه. همه اینها رو بذاریم کنار، خب دلالا یعنی قراره بازم ماشین گرون بشه؟ قطعا خودشون دارن این حرفو میزنن. ببین یه چیزیه که الان ما بگیم همه میگن که آی شما با یه هدفی گفتید، ولی این حرفیه که خود مسئولا دارن میزنن، میگن خودروسازا دلارشون 17 تومن بوده الان رسیده 21، و این خودش جمله خطرناکیه. و همین چیزا میشه که دناپلاس 252 تومانی میشه 600 میلیون تومان. یعنی اینجاش باحال‌تره که اگه ایران خودرو یک ریال هم برای دناپلاس خرج نکرده باشه تولیدش، 252 تومان سود کرده، ولی تو بازار یه دلال 400 میلیون تومان 350 بله. میلیون تومان داره سود میکنه. اما نکته آخر همون قضیه وانتاس که گفتی، قدیما یکی ماشین میگرفت 5 تومان 10 تومان 3 تومان 20 تومن، دیگه الان رسیدیم به اعداد عجیب 400 میلیون تومن. اصلا یه چیزی که خیلی باید بیشتر صحبت کنیم، اما نکته ای که داریم بحث وانت هاست. کسی که میره وانت میخره به امید 58 میلیون تومن، آقا رفته ماشینی رو خریده که باهاش کار کنه، قرار نیست آخر هفته بره کردان، بره لواسون یا باهاش تفریح کنه یا حتی بخواد دلالی کنه. اکثر اینها مصرف کننده هستن که قرار کار کنن، ماشین کار و تجاری گرون بشه، حمل و نقل گرون میشه و به همه چی رفت پیدا میکنه. بعد طرف میره حالا دناپلاس توربو نوشته و ناراضی هم هستن این قیمتا، بهش گفتن 252 تومن. اگر این پول رو نداشته باشه تکمیل وجه کنه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته که فقط ضرر میکنه خودش. اما یه راننده ای که به امید ماشین 58 تومانی ثبت نام کرده و ماشین 120 تومانی الان باید تحویل بگیره، چه جوری خودش رو باید با این افزایش قیمت تطبیق بده؟ و همشون موندن که باید چی کار کنن. و همین مسائلی که ما ماشین کار و تجاریمون خیلی دیرتر از سیکل تولید دارن خارج میشن، از سیکل مصرف، و این واقعا یه قضیه دردآوره که آقا اگه واقعا میگه 120 تومن، لاغه برای این بنده خدا تسهیلات در نظر بگیر که راحت تر بیان پرداخت کنن. یعنی سازمان حمایت پر نقشش چیه؟ یعنی شما امروز، من سوالم از آقایون اینه، سازمان حمایت حذف بشه اتفاقی میفته تو بازار خودرو یا نه؟ خب این همه ما الان صحبت میکنیم، بفرمایید که اولین ماشینی که به ایران اومد چی بود؟ اصلا تاریخ صنعت خودرو ایران چه شکلی شکل گرفت؟ تا اونجایی که من میدونم اولین خودرویی که اومده تو ایران رنو بوده، و اولین ماشینی که اومده خب رنو بوده. اما برای این که بیشتر به این مسئله بپردازیم، یه آیتمی رو در نظر گرفتیم به اسم ماشین دودی که قراره دوره صنعت خودرو ایران رو با هم مرور کنیم. هر چی میکشیم از دست خارجی هست. این ماشین آوردن تو ایران. من به بابابزرگم گفتم اولین ماشین کی اومده؟ گفت زمان اون خدا بیامرز، خدا رحمتش کنه. خودرو یا اتومبیل، یکی از اختراعات بشر که نقش مهمی تو زندگی امروزمون ایفا میکنه. امروز ماشین تبدیل شده به یکی از وسایل ضروری بشر در تمام نقاط